این هفته در کلیک، ردیابی برخورد، مدرسه در خانه، در جستجوی عشق در قرنطینه و باورتون بشه یا نشه ازدواج از راه دور. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در هفته‌های پیش رفتیم سراغ کار داوطلبانه در دوران کرونا. این بار می‌خوایم راه‌هایی رو بررسی کنیم برای کمک به پزشکان و پرستارانی که دارن 24 ساعته کار می‌کنن. به ویژه اونایی که بچه دارن و مسئله نگهداری از بچه معادلات زندگی رو براشون پیچیده‌تر کرده. یک گروه دانشجوی پزشکی که هنوز اجازه کار در بیمارستان رو ندارند، یک راه تازه برای کمک به کادر درمانی پیدا کردند. ما یه گروه فیسبوکی ساختیم، یهو منفجر شد. 24 ساعته یه جوری شد که گفتیم حیف باهاش یه کاری نکنیم. واقعا رشدش عجیب بود. اپلیکیشن بابل یکی از اپلیکیشن‌های پرستاری کودک بود که می‌خواست به پدر و مادرهایی که در نظام درمانی کار می‌کنند کمک کنه. در فاصله کوتاهی 500 نفر از کادر درمانی با این اپلیکیشن پرستار بچه رایگان پیدا کردند. کلن 1000 نفر برای پرستاری داوطلب و گزینش شده بودند. خیلی همونی ما در شیفتای فوق‌العاده کار میکردیم. یعنی ساعت کار و برنامه کارمون خیلی فرق کرده. این اپلیکیشن مشکل اون ساعت اضافی که معلوم نبود باید چطور از بچه نگهداری کنیم حل کرد. یه اپلیکیشن دیگه هلث چیپه. این هم حاصل کار دانشجویان پزشکیه که خواستن از وقت آزادشون بهترین استفاده ممکن رو ببرن. دانشجویان 95 دانشگاه برای کمک به کارکنان نظام درمانی نامنویسی کردند. امروز قرار نسخه یه بیمار رو بگیرم و برسونم دستش. اینجوری حس میکنم دارم برای جامعه یه کاری میکنم. بخشی که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته نگهداری از بچه بوده. که معقول هم هست. چون مردم برای نگهداری از بچه بیش از هر چیز کمک میخوان. موضوع مهم دیگه کمبود کیت آزمایش کرونا است که باعث شده بعضی از کارکنان نظام درمانی به ناچار توی خونه بمونند. شبکه آزمایش داوطلبی کووید 19 به همین منظور را افتاد. شبکه‌ای از آزمایشگاه کوچک که آزمایش کرونا می‌گیرند. یک اقدام دیگه هم راه اندازی گروهی بود به نام دانشمندان آماده. اونا حدود 500 کارشناس در حوزه‌های مختلف بودند که داوطلب شدند به دولت برای افزایش تعداد تست‌ها کمک کنند. ما از همه کسانی که تجربه‌ای در فضای آزمایشگاه و علوم مرتبط باهاش رو دارن خواستیم داوطلب بشن، ولی فکر می‌کنم در عمل بیشتر دنبال دانشمندانی هستیم که تخصصشون در حوزه زیست پزشکیه. اما نکته اینه که برای هر کسی که بخواد کمک کنه فرصت هست. بیشتر از 750 هزار نفر در بریتانیا روی اپلیکیشن گود اس ای ام نامنویسی کردند تا به کسانی که نیازمندند کمک کنند. وقتی اعلام کردن داوطلب میخوان گفتم من دقیقاً دنبال همچین فرصتی بودم که کمک کنم. این حرکت خودجوش به خوبی نشون داد با اینکه همه درگیری مشکلیم، اما روحیه همیاری ضعیف نشده. بعد از هفته‌ها قرنطینه حالا دیگه مردم برای پایان محدودیت‌ها دارن روز شماری می‌کنند. اما رفع محدودیت یک سری شرط و شروط داره. یکیش اینه که بشه برای همه امکان آزمایش کووید 19 رو فراهم کرد. دیگریش اینه که افرادی که مبتلا شدن و کسانی که با مبتلایان در تماس بودن بشه ردیابی کرد. برای مورد آخر، اکثر دولت‌ها امیدشون به گوشی‌های موبایل و برنامه‌های روش اپلیکیشن‌هایی که معروف شدن به اپلیکیشن‌های ردیابی برخورد یا ردیابی تماس آدم‌ها و همدیگه. روی کاغذ ایده خیلی جالبیه، اما اینکه در واقعیت آیا کارا هست یا نه، چیزی که تو گزارش بعدی از کریس فاکس می‌بینید. ردیابی برخورد به طور خلاصه یعنی اینکه بدونیم هر کی با چه کسانی تماس داشته تا اگه بیمار شد بشه سریع به بقیه هم خبر داد که قرنطینه بشن و جلوی پخش ویروس رو بگیرن. ولی وقتی قرنطینه تموم شد غیر ممکنه یادمون بیاد چه کسی اونقدر نزدیکمون بوده که ازمون گرفته باشه. ممکنه تو پارک بوده باشه یا مترو یا توی مهمونی. و طبعاً در تمام این ماجرا زمان عامل حیاتیه. اگه یکی از این آدم‌ها بعداً فهمید که کرونا گرفته بوده و ممکنه اون رو به من داده باشه چی؟
در نتیجه دولت‌های مختلف پیشنهاد دادن تا از گوشی‌هامون بفهمن کیا رو دیدیم تا در صورت مثبت شدن جواب آزمایش هر کی برای افرادی که روزهای قبلش اون رو دیده بودن پیام بفرسته که سری خودشون رو قرنطینه کنن تا ویروس بیشتر پخش نشه. چند روش برای این کار پیشنهاد شده. یکی اینکه داده‌های جی پی اس گوشی رو ثبت کنن که معلوم شه هر کسی کجاها رفته. بعد وقتی یکی مریض شد، سامانه به طور خودکار به کسانی که اونجاها نزدیکش بودن هشدار میده. ناگفته پیداست که این طرح مشکل حریم شخصی داره. فکر کنین که به شما بگن اطلاعات همه جاهایی که رفتین رو باید بدین به دولت. مسئله دیگه اینه که ماهواره موقعیت رو توی ساختمون‌ها یا زیرزمین درست تشخیص نمیده. مثلا نمیتونه بگه طبقه چندم ساختمونی. در نتیجه خاصیتی برای بقیه کسانی که توی اون ساختمون زندگی میکنن نداره. از روی گوشی میشه حدوداً فهمید کجا بودین. چون همینطور که حرکت میکنین موبایلتون از یه آنتن به یه آنتن دیگه وصل میشه و گردآوری این اطلاعات نیازی به اپلیکیشن نداره. همین که گوشی داشته باشین کافیه. مشکلش اینه که دقتش خیلی از ماهواره کمتره. بنابراین به درد ردیابی برخورد آدما نمیخوره. فوقش نشون میده که یه شخص در دوره قرنطینه رعایت کرده و تو خونه مونده یا نه. یه روش دیگه که داره طرفدار پیدا میکنه استفاده از بلوتوت گوشی های هوشمنده. تیم فناوری نظام درمانی بریتانیا هم داره این شیوه رو بررسی میکنه. ایده اینه که هر جا میرم گوشیم از طریق بلوتوت یه رمز بینام با گوشی های دور و برم رد و بدل میکنه. گوشی من هر رمزی رو که میگیره تا 2 هفته نگه میداره. گوشی های دیگه هم رمز من رو نگه میدارن. بعد اگه من مریض شدم توی اپلیکیشن مشخص میشه و رمز مربوط به من در یک بانک داده مرکزی ثبت میشه. اینطوری هر کس که نزدیکم بوده و گوشیش رمز گوشی من رو گرفته بلافاصله یه پیام میگیره با یه نفر که باهاش برخورد داشتی کرونا گرفته. اپل و گوگل هم از این طرح حمایت کردن. قراره یه فناوری جدید به سیستم عامل گوشی هاشون یعنی iOS و اندروید اضافه کنن تا دیگه نیازی به اپلیکیشن نباشه. حسن بلوتوت اینه که حریم شخصی بیشتر حفظ میشه. رمزهایی که بین گوشی‌ها رد و بدل میشن بینامن و تطبیق رمز کسی که بیمار شده با رمزهایی که توی گوشی شما ذخیره شده روی همون گوشی شما انجام میشه، نه در یک بانک داده مرکزی. به علاوه این سامانه نیازی به اطلاعات مکانی نداره. در نتیجه اطلاعات رفته آمد مردم رو ذخیره نمیکنه. تنها لازمش اینه که کاربر گوشی هوشمند داشته باشه، چون دیگه همه گوشی‌های هوشمند بلوتوت دارن. از سوی دیگه اگه اطلاعات مکانی مردم در یک بانک داده مرکزی ضبط بشه، دولت و پژوهشگرا میتونن این داده ها رو تحلیل کنن، بفهمن ویروس کجاها بیشتره و کجاها داره پخش میشه. به هر حال برای اینکه هر کدوم از این شیوه ها کار کنن، بخش بزرگی از کسانی که گوشی هوشمند دارن باید در این طرح مشارکت کنن. اگه تعداد کسانی که مشارکت میکنن کم باشه، کل طرح فایده چندانی نخواهد داشت. این هفته کارکنان فیسبوک در یک حرکت اعتراضی به طور مجازی جلسه ویدیویی با حضور مارک زاکربرگ رو ترک کردند. رهبران حقوق مدنی در آمریکا به عدم حذف نوشته‌ای از ترامپ در این شبکه اجتماعی اعتراض کردند و گفتن این کار رویه‌ای خطرناک به جا می‌ذاره. در پی شیوع بیماری و قرنطینه در دنیا، سود اپ کنفرانس از راه دور زوم بین ماه فوریه و آوریل امسال با افزایشی فوق‌العاده به بیش از 2 برابر همین دوره در سال گذشته رسیده. و دیگه خبرنگارها هم از شر ماشین‌ها در امان نیستن. مایکروسافت می‌خواد گروه انتخاب خبر MSN رو از ماه ژوئیه با هوش مصنوعی جایگزین کنه. همه ما دوست داریم والپیپرهای خوشگل برای گوشیامون انتخاب کنیم، ولی بعضی گوشی‌های اندروید ظاهراً کمی نسبت به انتخاب ما حساس‌ترن. انتخاب این منظره رنگارنگ دریاچه باعث کرش کردن بعضی گوشی‌های سامسونگ و پیکسل گوگل شده. هنوز علتش معلوم نیست، ولی توصیه می‌کنیم رو گوشیتون امتحان نکنیم. و چی بهتر از کنسول گیم رنگارنگ؟ اونم نه یکی که 4 تا. سگا از 4 ماکرو کنسول با رنگ‌های مختلف رونمایی کرده که میشه باهاشون گیم‌های کلاسیک بازی کرد. نمایشگر این کنسول‌ها فقط 1.5 اینچه، ولی اگر حاضر باشین هر 4 تا رو با هم بخرین، یه ذره بینم بهتون میدن. و در آخر نظرتون درباره یه ربات قوی و در این حال حساس چیه؟ گروه سیسیل MIT یه ربات اوریگامی طراحی کردن که نه فقط میتونه اجسامی تا 100 برابر وزن خودش رو بلند کنه، بلکه اجسام ظریف رو هم با احتیاط جابجا میکنه.
از اونجایی که هنوز بسیار از مدارس بسته است، فکر کردیم که چند تا وبسایت معرفی بکنیم که به درد بچه‌هایی که تو خونه هستند میخوره. این چند تا رو انتخاب کردیم. خیلی از سایت‌هایی که آموزگاران به عنوان منبع ازشون استفاده می‌کنند، یک بخش ویژه‌ای افزودن برای راهنمایی والدینی که درست نمی‌دونن در این روزهای سخت باید چی کار کنن. توینکل یک سری فعالیت روزانه برای بچه‌های دبستانی داره. اگه دنبال کلاس درس هستید هم، ده‌ها درس ضبط شده با آموزگاران خبره داره که می‌تونید با یک جستجوی ساده پیداشون کنید. و اگه احیاناً معلم بچه‌تون فایل‌های مختلف با فرمت‌های مختلف ایمیل می‌کنه که درست باز نمی‌شن، می‌تونید توی سایت زمزر فایل‌ها رو به هر فرمتی که براتون راحت‌تره تبدیل کنید. سایت پرنت کایند پر از توصیه‌های ساده و سرراست برای دوران قرنطینه است. از جمله این که در این دوران چه انتظاری باید از مدرسه بچه‌تون داشته باشید یا چطور محیط رو برای یادگیری سنین مختلف مناسب کنید. سایت ایزی پیزی برای آموزش با بازی خوبه. هر روز توصیه‌ها و بازی‌های جدید اضافه می‌کنه. امکان ارزیابی هم داره، یعنی می‌تونید بسنجید که کارتون با بچه چطور بوده و چقدر پیشرفت کردید. فونیکس پلی با شیوه شنیداری خوندن یاد میده. بخشی برای والدین داره که بفهمند فرایند یادگیری با این شیوه چیه. فونیکس پلی در حالت عادی پولیه، ولی در دوران قرنطینه همه چی رو رایگان کردند. کارول واردرمن مدت‌ها مجری یکی از مسابقات تلویزیونی بود و مثل ماشین حساب همه چی رو ذهنی حساب می‌کرد. بعد از اینکه از اون مسابقه رفت، کلاس‌های ویدیویی درست کرد که در دوران قرنطینه به رایگان می‌تونید استفاده کنید. کسی که بخواد توی علوم خوب بشه، باید یاد بگیره مثل دانشمندها فکر کنه. تمرکز سایت اکسپلوریفای روی همین طرز تفکره. تعداد زیادی درس و فعالیت داره. هر وقت احساس کردید اوضاع داره از کنترل خارج میشه، یکی از معماهای برین پاپ رو بذارید جلوی بچه‌ها. ویدیوهاش انقدر خوشاب و رنگه که بچه اصلا نمیفهمه داره چیز یاد میگیره. اگه جدی‌تر می‌خواستید با بچه کار کنید، چالش و مشق و آزمون کلمه هم داره. رازبری پای و کد آکادمی دو تا چیز محبوب و جا افتادن که میشه باهاشون برنامه نویسی یاد گرفت و برای هر سن و هر سطحی درس‌های بامزه و جذاب دارن. اگه بچه دبستانی دارید، اپلیکیشن بیبات هم خیلی خوبه. این هم مثل دوتای قبلی با بازی و سرگرمی به بچه اصول برنامه نویسی و کامپیوتر یاد میده. کانال سسمی استریت روی یوتیوب هم کانال خیلی خوبیه. هر بچه میتونه هفته‌ای دو تا کارتون مدیتیشن درست کنه. انصافاً بچه‌ای که باید توی خونه از مادر و پدرش درس یاد بگیره، گاهی مدیتیشن لازم داره. می سمل ویت می لیتل نوز کوکیز. او بوی او بوی او بوی. In every way, this is the story of just another Indian wedding. There's a bride and a groom. سایت شادی.com یکی از سایت‌های معروف زوجیابیه با میلیون‌ها کاربر در کشورهای مختلف. در دوران قرنطینه یک امکان جدید به سایتشون اضافه کردن به اسم WFH که عموماً مخفف Work From Home یا کار از خونه، ولی در این مورد به خصوص منظور Wedding From Home یا ازدواج از خونه. همونطور که ملاحظه میکنید، حتی کرونا و قرنطینه هم نتونستن جلوی بزن و بکوب خانواده و دوستان این زوج هندی رو بگیرن. اون سر دنیا در کالیفرنیا یک زوج آمریکایی مراسمشون رو مجازی گرفتند با زوم، ولی طبق معمول اون وقتی که نباید مشکل فنی پیش میاد. By the powers invested in me by the internet,
I now pronounce you partners in life. ما زوم رو یکم زودتر شروع کردیم تا همه چی رو آزمایش کنیم و ضمناً اگه کسی میخواست زودتر بیاد با بقیه معاشرت کنه بتونه. منتها چون زود شروع کرده بودیم پیش از اینکه اصل مراسم شروع شه مهلت 40 دقیقه زوم مجانیمون تموم شد. همینطور که داشتم سوگند ازدواج رو میگفتم دیدم اشک تو چشم کریستی جمع شد. خودم هم اشکم در اومد. بعد صفحه زوم رو نگاه کردم دیدم توی این پنجره‌های کوچیک هم حضار دارن بغض میکنن. به خودم گفتم حیف واقعا اینجا نیستن. ولی دنیای مدرن همینه دیگه. ولی بازم فضا خیلی صمیمی بود. آره درسته. اما بازیگرهای بزرگ فناوری چی؟ صنعت اپلیکیشن های زوجیابی میلیاردها دلار ارزش داره. اما مبناش نهایتاً دیدار رو در روی آدم هاست. بنابراین میشه تصور کرد که در دوران قرنطینه استفاده از این اپلیکیشن ها کمتر بشه. با این حال مسئولان تیندر که بزرگترین بازیگر این صنعته گفتند که روز 29 مارس در کل دنیا 3 میلیارد حرکت سوایپ داشتند که بیشترین رقم روزانه در تاریخ این اپلیکیشن بوده. مسئولان یکی از رقبای تیندر یعنی بامبل میگن حجم پیام‌ها و تلفن‌های تصویری از اواخر ماه مارس افزایش چشمگیری داشته. در همین راستا رفتیم سراغ مدیر عامل یکی دیگه از اپلیکیشن‌های بزرگ زوجیابی یعنی هینج تا ببینیم ماجرای این تغییر رفتار کاربرها به نظرش چیه. So we are seeing about a 30% spike in messages. تعداد پیام‌ها روی اپلیکیشن‌ها حدود 30% زیاد شده. یعنی مردم بیشتر از قبل گزینه دلخواهشون رو پیدا کردن و خیلی بیشتر از قبل حرف می‌زنن. حالا چه مکالمه تصویری چه تلفن معمولی. جالب‌تر اینکه حدود 90% کاربرهایی که مکالمه تصویری داشتن میگن خیلی تجربه خوبی بوده و باز هم این کار رو خواهند کرد. بنابراین میشه با قاطعیت گفت که مردم اونقدر که فکر می‌کردن معذب نمی‌شن. به نظرم فرهنگ زوجیابی بعد از این ماجرا عوض میشه. یکی از مهمترین تغییرات اینه که مردم دارن به مکالمه تصویری عادت میکنن. انگار انگشت پات رو بزنی تو آب و ببینی بد نیست، خیلی هم خوبه. بنابراین فکر میکنم این روند بعد از دوران قرنطینه هم ادامه پیدا کنه و 100% فکر میکنم از اون کارهایی که برای خیلی ها عادت میشه. خلاصه این که این اپلیکیشن های زوجیابی متوجه شدن که حتی قرنطینه هم حریف عشق نمیشه. اما در کنار این اپ ها یه سری پدیده جدید هم پیداشون شد. گزارش عمر مهتاب رو ببینید تا منظورم رو متوجه بشید. اپلیکیشن های زوجیابی در چند سال گذشته خیلی پرطرفدار شدن. نسل جدید یه راه جدید برای همسریابی پیدا کرده. اما همین راه نسبتاً جدید در دوران کرونا دوباره تغییر کرد و جدیدتر شد. یکی از ابداعات این دوران مال دوتا هم اتاقی در نیویورکه. رنسنیکس و تیلام. اونا یه شکل جدید زوجیابی خلق کردن به اسم عشق قرنطینه است. در واقع یه جور برنامه زنده تلویزیونیه ولی روی اینستاگرام. داوطلب‌ها مشخصاتشون رو توی گوگل شیت وارد می‌کنن، بعد نیکس و لام 6 نفر رو انتخاب می‌کنن و دعوت می‌کنن توی فضای مجازی برنامه تا دو به دو با هم تلفنی حرف بزنن. راستش فکر کردم خودم هم یه امتحانی بکنم. قرار پای تلفنه ولی با این حال فکر کردم تیپ بزنم بهتره. برم حاضر شم. برنامه که شروع شد بعد از هر قرار باید یه ویدیو بفرستم به عشق قرنطینه است. بگم چطور بود و چی شد که بیننده هایی که پای اینستاگرام برنامه رو زنده دنبال میکنن در جریان کار شرکت کننده ها قرار بگیرن. ضمن این که باید یه ویدیو کوتاه هم به عنوان مقدمه آماده کنم. سلام، اسم من عمر مهتابه. 29 سالمه. در مرحله مقدماتی هیچ کس چهره بقیه رو نمیبینه. توی همه ویدیوها چهره ها نامشخصه. فقط اگه یه زوج از هم خوششون بیاد صورتشون دیده میشه. یکی از اهداف سازندگان هم همین بوده که از اون توجه عجیبی که در همه سایت های زوجیابی به ظاهر میشه فاصله بگیرن و برن سر مسائلی که واقعا مهمه. For me personally, I happen to have
من خودم آکوندروپلازی دارم که خیلی دخترها، نه همه ولی خیلی ها دنبال پسر با قد 1.90 میگردن، ریشو، موقشن، خوشیکل. در نتیجه یکی مثل من اگه بره تیندر یا هینج کسی سراغش نمیاد، طرف تا ظاهر رو میبینه میگه اوه نه ردش کن بره. ولی توی فضاهایی مثل عشق کورست و عشق قرنطینه است، آدم ها فرصت پیدا میکنن که همدیگر رو بدون توجه به ظاهر بشناسن و یه وقت هم دیدی خوششون اومد، کی میدونه؟ اینجا ساعت 2:30 شبه ولی آمریکا تازه سر شبه. هنوز برنامه ها و قرارها شروع نشده ولی از نظرها معلوم مردم هیجان زدن. راستش منم یکم مضطربم. ببینیم چی میشه. سلام اولیویا، چطوری؟ همین که شروع کردم به حرف زدن حس کردم جای نگرانی نیست. بیشتر به این خاطر که لازم نبود حواسم به چیزی بجز خود مکالمه باشه. خب قرار اول انجام شد. یه جورایی شبیه 20-30 سال پیش بود که مردم دوست نامه‌ای یا حداکثر ایمیلی داشتن و تا در زندگی واقعی قرار نمی‌ذاشتن ظاهر همدیگر رو نمی‌دیدن. ولی برای نسل رسانه‌های اجتماعی تازگی داره. تازه الان باید یه ویدیو هم ضبط کنم بگم قرار چطور پیش رفت که مردم روی اینستاگرام تماشا کنن. اما سوال اینه که آیا بعد از دوران کرونا هم جایی برای عشق قرنطینه است خواهد بود؟ به نظرم برای اونایی که مرتب از اپلیکیشن های زوجیابی استفاده میکنن یه چیزی مثل عشق قرنطینه است گزینه بهتریه. به نظرم روش جدی تریه. یکم سخته به خاطر اینکه روی اپلیکیشن ها آدم کلی اطلاعات داره از طرف مقابل. میدونی چه تیپ آدمیه و میتونی جزئیات بیشتری رو در نظر بگیری. من شخصا توی عشق قرنطینه است خیلی مضطرب‌تر از قرار واقعی بودم. همش نگران بودم که دارم چی میگم. برای اینکه حس میکنم توی قرار واقعی یه ارتباط و یه جور رفت و برگشتی هست که فراتر از حرفیه که در لحظه داری میزنی. واقعیت اینه که خوب یا بد اپلیکیشن های زوجیابی فرهنگ خیلی ها رو عوض کردن. در این دوران انزوا که همه بیشتر به فناوری وابسته شدیم، انگار دوباره داریم یاد میگیریم چجوری با آدم ها ارتباط برقرار کنیم. شاید هم هنر گفتگو اونقدرها هم که فکر میکردیم منقرض نشده. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه کلیک اونجا همه در یک لیست به نام کلیک هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.